الی افراد و سگ‌ها رو میکشه و به مسیر ادامه میده. به تعدادی شملر و رانر هم برخورد میکنه. در ادامه نامه‌ای پیدا میکنه که داخلش نوشته ما دلمون با هیلکرست هستش، اما بعد از تیراندازی سوفیا مجبور شدیم به استادیوم مهاجرت کنیم. فرزندانمان مهمتر هستن. امیدوارم شما هم به ما بپیوندید. الی از مسیری پله‌ای عبور میکنه و دودی بسیار بزرگ رو میبینه. با خودش میگه امیدوارم کار تو بوده باشی تامی. بعد از پیمودن مسیری دوباره با تعدادی سرباز مواجه میشه. موفق میشه تعداد زیادی از اونها رو از پا در بیاره. ناگهان از پشت یه نفر جلوی دهن الی رو میگیره. اون جسی هستش. الی میگه جسی تو اینجا چی کار میکنی؟ جسی میگه فکر کردی میذارم این کارو تنها انجام بدی؟ دینا کجاست؟ الی میگه اون مریضه، جاش امنه. بگو که تنها نیومدی. جسی میگه میتونی بعدا منو سرزنش کنی. الی میگه میدونستی تو احمقی؟ جسی میگه آره خودم میدونم. زخمت خوبه؟ آره بد نیست. رفیقاتون بیرون به من حمله کردن، تعدادشون زیاده، باید ازشون رد بشیم. الی و جسی از سربازا کلید ماشین رو میگیرن و از دستشون فرار میکنن. هنگام فرار از دست سربازا با رنرها و کلیکرها هم مواجه میشن و هنگام فرار با ماشین به داخل آب سقوط میکنن. از آب بیرون میان و به پیش دینا برمیگردن. دینا با دیدن جسی خیلی خوشحال میشه و اونو بغل میکنه. به داخل میرن. جسی میپرسه مریضی چی هست؟ دینا میگه چیزی نیست، یه دل درد ساده بود. چطوری از دست ماریا فرار کردی؟ جسی میگه مخفیانه زدم بیرون. مشکل دوستای من مشکل منه. نتونستم شما رو تنها بذارم. الی که به نظر ناراحت میاد دوباره به یاد گذشته خود میفته. اون و تامی در حال گشت‌زنی هستن. تامی یک سلاح دوربیندار به الی میده و به الی رانرهای دوردست رو نشون میده. الی در سه منطقه مختلف رانرها رو میزنه و به سمت جل راه میافتن. تامی میگه تو بهتره با جل صحبت کنی. الی جواب میده ما صحبت میکنیم. تامی میگه منظورم بیشتر از سلام و خداحافظیه. میرم پیش جل. جل میگه صدای تیراندازی شنیدم. آره با الی مشغول گشت‌زنی بودیم. تامی گیتاری از دست جل میگیره و میگه که یک مغازه لوازم موسیقی اون پایین هست، چرا نمیرید نگاهی بهش بندازید؟ من اینجا میمونم. جل و الی راه میافتن. در راه جل به الی میگه جسی در مورد تو به من گفت در گشت‌زنی خوب هستی، میخواد تو رو عضو گروهای گشت‌زنی کنه، ولی به نظرم تو برای اون کار هنوز جوونی. الی میگه اما من تو تیراندازی و تجربه از همشون بهترم. جل میگه باشه من بهت اعتماد دارم. اون کمی که خیلی دوست داشتی یادته؟ نور ستاره وحشی. من و تامی چند روز پیش توی مدرسه چند تاشو پیدا کردیم. الی میگه دوست داشتی؟ جل میگه زیاد مورد علاقم نبود. بالاخره مغازه لوازم موسیقی رو میبینن اما راه عبور بسته است. جل میگه بهتر از داخل هتل عبور کنیم. در ورودی هتل بسته است. اما جل یک سوراخ پیدا میکنه. مانع جلوی سوراخ رو برمیدارن و الی از سوراخ وارد میشه و در رو از داخل برای جل باز میکنه. جل وارد میشه و به الی میگه باید بیشتر غذا بخوری، تو خیلی لاغری. الی میگه قابلی نداشت. جل میگه که الی از ماسک استفاده کنه. یه روز که ماسک نزنی یکی متوجه میشه که نباید بشه. الی میگه من لو نمیرم. جل میگه قضیه معصوم بودنت رو هیچ کس نباید بفهمه. نه دینا، نه جسی و نه کس دیگه. اونها با ایده رانر برخورد میکنن. بعد از کشتن اونها وارد محوطه‌ای میشن که ناگهان یک زامبی قولپیکر بلوتر به اونها حمله میکنه. بلوتر میخواد الی رو بگیره که جل بلوتر رو میکشه. جلوتر که میرن با دو تا زامبی مرده برخورد میکنن. الی میگه جل فکر کنم اونها همون زوجی هستن که پارسال فرار کردن. جل میگه آره احتمالاً همونا هستن. الی نامه رو پیدا میکنه که روش نوشته شده جکسون جای خوبی هستش، اما ما نتونستیم اینجا بمونیم، در حالی که عده دیگه از مردم اون بیرون در رنج و عذاب هستن. ما ایده هایی در ذهن داشتیم، برای همین فرار کردیم. مبتلا شده ها ما رو گاز گرفتن. الان قبل از اینکه تبدیل بشیم تصمیم داریم خودمون رو بکشیم. با عشق، آدام و سیدنی. پشت کاغذ نوشته شده من سیدنی رو کشتم اما جرئت نکردم خودم رو بکشم. من یه ترسو هستم. الی میگه اگه اینا معصوم بودن نجات پیدا میکردن. جول تو گفتی در مقر فایرفلای ها عده دیگه مثل من بودن، پس چرا من تا حالا کسی رو ندیدم؟ جون میگه ممکنه مثل تو قضیه رو قایم کنن. الی جواب میده اما تو نذاشتی اونا درمان رو شروع کنن. تو منو بیهوش بیرون آوردی، حتی نذاشتی من با اونا صحبت کنم. جون میگه درمانی در کار نبود الی، ما نمیتونیم همه رو نجات بدیم. منم دوست داشتم اوضاع جور دیگه ای می بود، ولی ما کاری از دستمون بر نمیاد. بیا بریم، تامی منتظرمونه. زمان حال الی در حال بخیه کردن دست خودشه که دینا میرسه و میگه بذار من این کارو بکنم. الی میگه جسی پسر خوبیه، چرا بهش نگفتی؟ دینا میگه
الان زمان مناسبی نبود. اطلاعات جدیدی از ابی پیدا کردی؟ دینا میگه نه، اما زنی به اسم نورا که زمان کشته شدن جلونجا بوده من ردشو زدم. مکانش داخل بیمارستان مرکزیه. الی از روی نقشه بیمارستان رو علامت میزنه و راه میفته که بره. دینا میگه حداقل صبر کن جسی بیدار بشه با هم برید. الی میگه نه، ممکنه دیر بشه، ممکنه تامی هم اونجا باشه، جسی میتونه بعدم بیاد. الی راه میفته به سمت بیمارستان. برای شنیدن ادامه داستان به پارت بعدی مراجعه کنید. همچنین شما میتوانید برای درک بهتر داستان ویدیو گیم پلی کامل بازی رو در لینکی که پایین ویدیو قرار خواهیم داد مشاهده کنید.